بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته أجمعين بندگان عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته از خداوند خواستار این هستم که همه ما را به راه حق هدایت دهند این بزرگترین دعایی است که در هر رکعت نماز ما از خداوند تقاضا داریم. صحبت امروز ما در باره تهمت زدن هست، به خصوص تهمت زدن مرد به همسر خودش، که آیا مرد این اجازه رو داره؟ آیا شرع به او این اجازه رو داده که مردی هرچه خواست به همسرش نسبت بدهد، هرچه خواست مرد بگوید چون همسرش هست؟ خب اینجا ما در اصل متوجه یا مواجه میشیم با یک برداشت بسیار بد، که خیال میکنند که اگر وقتی ازدواج کرد دیگه هر چی میخواد میتونه با این زن رفتار کنه، به او بزند، الفاظ زشت و قبیح و زننده در حق او به کار ببرد. این یک فرهنگ جاهلی است و اسلام به هیچ عنوان به مرد این اجازه رو نداده که هر کاری که مرد خواست با همسرش انجام بده، هر چیزی که خواست بگوید و زن هم در مقابل حق هیچ گونه اعتراضی رو نداشته باشه، هر اهانتی بخواهد نسبت به همسرش داشته باشه. این حق رو اسلام به هیچ عنوان به مرد نداده، بلکه ما آنچه که دائما در قرآن میبینیم سفارشی که شده که زندگی زیبایی با هم دیگه داشته باشند، معاشرت بالمعروف، زندگی کردن، رفتار با هم دیگه بر اساس آنچه که پسندیده و قشنگ هست. و همچنین خداوند به ما امر کرده که در گفتگوهامون بهترین کلمات را انتخاب کنیم و قل لعبادی یقول التی هی احسن، به بندگانم بگو که زیباترین کلمات رو به کار ببرند، زیباترین کلمات رو بگویند. یعنی حتی انسان وقتی صحبت میکنه، خب در جایی بد صحبت کنه که مناسب باشه و زیباترین کلام را هم انتخاب کند. و علت این هم بیان داشتن که ان الشیطان ینزغ بینهم، شیطان در بین شما دشمنی به وجود میاره. سریع نزغ یعنی چیزی که فاسد کردن به سرعت، ایجاد بغض و کینه. خیلی سریع این کلمات تأثیر میذاره بر انسان و انسانو ناراحت میکنه، اون مهر و محبتو از بین میبرد، اون آرامشی که باید در خونه باشد از بین میرود. وقتی خداوند داره امر میکنه که بندگانم بهشون این سفارشو بکن، این امر خدا بهشون برسون که زیباترین سخنان را داشته باشند، خب این در مورد زن و مرد هم هست دیگه. هم مرد و هم زن بایستی هنگام صحبت کردن با هم دیگه زیباترین کلمات رو انتخاب کنن. نگن که خب حالا به خاطر این که ما خیلی وقتا چه بسا زن و مرد یا کسانی که دوست هم دیگه هستن کلمات زشت و نادرستی به کار میبرند، بعد میگن که خب من قصد خیری داشتم، قصد بدی نداشتم، ما دیگه بین خودمون این حرفا نیست، هرچی میخواد میگوید و بعد میگه که در بین ما این حرفا نیست.
بلکه بایستی حتی با نزدیکترین افراد بهترین کلمات رو به کار برد. همون گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که از خودت شروع کن و بعد به خیشاوندانت. البته این حدیث در مورد انفاق هست. خب چرا ما در مورد کلمات هم شروع نکنیم؟ چون انسان وقتی که کلمات خوب انتخاب میکنه به خودش خوبی کرده. پس از خودت شروع کردی، کلمات زیبا رو انتخاب کن و همچنین اول از خیشاوندان، اونها که نزدیکترین تا هستن شروع کن. قبلا هم گفتیم که چه بسا یک مرد اخلاقش در خونه خیلی خوب، بیرون از خونه خیلی خوب هست، با دوستانش با مردم لبخند میزند، به همه سلام میدهد، وقتی میاد به خونه 180 درجه تغییر میکنه. وقتی میاد خونه میسین که اینها دشمنان خونی او هستند، پدر و مادرش رو کشتن، مالش رو خوردن، مثلا نه سلام میدهد، نه ترش رو هست، لبخندی بر لب نداره. در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که افراد خانواده از همه اولاتر هستند. اینو باید یه قاعده کلی ما قرار بدیم که افراد خانوادهمون در خوشرفتاری، در خوبی های ما از همه اولاتر هستند. پدر، مادر، فرزند، همسر، خیشاوندان، همه اینها اولویت دارن. اینها از همه اولاتر هستند که ما رفتار خوبی با آنها داشته باشیم. این قاعده کلی است در دین. و بعد میبینیم که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم حرمت قائل شده است برای هر انسانی، هر انسانی که ایمان داره. در حجت الوداع سال دهم رسول الله صلی الله علیه و سلم سخنرانی میکنند و بعد میفرمایند که میتونیم صفحه لپتاپو ببینیم حدیث رو، که فرمودند که الا تدرون ای یوم هذا، میدونید که امروز چه روزی است؟ گفتیم که خدا و رسولش داناتر هستند. روز دهم ذی‌الحجه رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبتی میکنن برای یارانشون، بعد سوال میکنن که امروز چه روزی است؟ ما گفتیم که خدا و پیامبرش داناتر هستن، تا میگه گمان کردیم که اسمشو تغییر میده. فرمودن که الیس بیوم النحر، آیا امروز روز نحر نیست؟ روز قربانی نیست؟ روز دهم. گفتیم که بلا یا رسول الله، همینطور هست. بعد سوال کردن که ای بلد هذا، دقت کنید الان روز دهم چه سرزمینی است؟ آیا این سرزمین حرام نیست؟ گفتیم که همینطور هست یا رسول الله. بعد فرمودن که حالا اینجا مهم هست، فإن دماءکم و اموالکم و اعراضكم و ابشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فرمودن که خونهایتان، اموالتان، شخصیتتون، پوستهایتان، بدنتون یعنی، بر شما حرام هست، همانند حرمت این روز در این ماه در این سرزمین. خب ایام ذی‌الحجه هست، ماه حرام هست و بعد سرزمین حرام هست و روز دهم هم حج الله الاکبر هست. حرمت ها، سه تا حرمت بزرگ با هم جمع شده. بعد فرمودن که این حرمتی که این روز، این ماه و این سرزمین داره، همانند این حرمت خونهاتون حرمت داره. نباید خونی به ناحق ریخته شود. اموالتون حرمت دارد. نبایستی مال کسی به ناحق خورده شود. شخصیتتون، آبرو و حیثیتتون
همانند این روز حرمت داره، در این ماه، در این سرزمین حرمت داره. و پوست هاتون، بدنتون، یعنی که نباید به کسی زد، کسی را شکنجه داد، همین ها حرام هست. صحبت ما الان در مورد حرمت شخصیت انسان هست. شخصیت هر انسانی محترم هست. حرام هست که شما در مورد دیگری صحبت کنید، استهزا کنید، مسخرش کنید، غیبت کنید، توهین بش کنید، تحقیرش کنی، دروغ به او ببندی. همه اینها حرام هست. تهمت زدن. پس شخصیت، حالا فرق نمی کنه، هر انسانی، اما اونجا صحبت از انسان مؤمن هست. ما در مورد خانواده صحبت می کنیم، رفتار زن و مرد با هم دیگه داریم صحبت می کنیم، رفتار مسلمان با مسلمان در جامعه اسلامی، وگرنه که این در مورد هر انسانی صادق هست. حق ندارد انسان مسلمان خون غیر مسلمان را به ناحق بریزد، یا مالش به ناحق بخورد، یا شخصیتش به ناحق تحقیر کند، مورد تعرض قرار بدهد، یا به او بزند، شکنجش بدهد به ناحق. همه اینها که در مورد مسلمان هست، در مورد غیر مسلمان هست، اما در مورد مسلمان سنگین‌تر هست، به خاطر ایمانی که به خدا داره، هم عقیدت هست. حالا این سنگینی حس بیشتر میشه وقتی که رابطه هم نزدیکتر میشه. شما وقتی یکی بیاد به پدر و مادر خودش بدرفتاری کند، بزند، مثل زدن یک انسان بیرون از خونه نیست، یک غریبه نیست، اونم حرام هست، اما اینجا جرم سنگینتر هست. تهمت زدن به دیگران سنگین هست، اما وقتی که میاد در مورد خیشاوندان خودت سنگینتر میشه، وقتی میاد در مورد همسرت سنگینتر میشه. قرآن هم همینو قرار داده، خیلی جرم سنگینی است که صحبت خواهیم کرد الان. به همین صورت هر کار نادرستی که شرع حرامش کرده و بر روی همه انسان ها هم صادق هست، اما وقتی میاد هی دایره تنگتر میشه، خیشاوندان در یکیت میاد، در حق اینها گناه سنگینتر میشود. غیبت کردن گناه هست، در مورد خیشاوندان نزدیک سنگینتر میشه. بدگمان بودن به همه مردم، در مورد مردم همشون بد هست. بدگمانی به ناحق البته، اما در مورد خیشاوندت که میاد این سنگینتر میشه. کلمات که انسان رو ناراحت میکنه، گفتن این کلمات در مورد همه نادرست است، مسلمان و غیر مسلمان. در مورد خیشاوندان نزدیک درجه یکت، فرزند، همسر، سنگین تر هست. یه وقت امکان داره خیلی از ما خب نسبت به فرزند یا همسر کلماتی به کار میبریم که زننده هست، زیبا نیست، که در مورد دیگران به خودمون این اجازه رو نمیدیم، اما مثل این که چون فرزندمون هست ما حق داریم هر کلمه ای را در مورد اونها به کار ببریم، در حالی که این سنگین در هست، این اشتباه داریم میکنیم. کلمات زشت و زننده در مورد همه حرام هست، میاد در مورد خیشاوندان سنگین تر میشه. و گفتیم به خصوص وقتی که بحث تهمت پیش میاد که صحبت امروز ماست، خداوند قضیه را خیلی سنگین قرار دادند. وقتی که دقت کنید تهمت زدن به دیگران حکمش چیه، و بعد تهمت زدن به همسر، یعنی که قرآن چگونه با اون برخورد میکنه. در سوره نور وقتی که ما این آیاتو میخونیم، در سوره نور خداوند
هر دو قضیه را مطرحش کردن. وقتی که تهمت زده میشه به یک فردی، به یک زنی و یا مردی، و یا زمانی که مرد همسر خودش رو متهم میکنه، ببینیم که کدام سنگین‌تر است. میتونیم صفحه لپتاپی داشته باشم، سوره مبارکه نور هست، آیه 4 هست، دقت کنید. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. میفرمایند کسانی که زنان شوهردار را تهمت میزنند، بعد 4 گواه نمی آورند، حالا احکامشون چیه؟ 80 ضربه شلاق بخورند و هیچگاه گواهی اونها را قبول نکنید و اینها همان فاسقان هستند. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. مگر کسانی که بعد از این توبه کردند و اصلاح کردند. توبه یعنی دیگه دست کشیدن از این هست، اصلاح هم یعنی اینکه بیان حقایق هست، که در این صورت خداوند آمرزنده و مهربان هست. دیگه اون احکام قبلا فرمودن که شهادتشون رو قبول نمیشه، این حکم برطرف میشه و همچنین فاسق بودنشون. حالا بعد خب الان دقت کن، فرمودن که 80 ضربه شلاق میخوره، شهادتش رو قبول نکنید گواهیشو، و بعد همچی اینها فاسق هستن. این در مورد وقتی که یک غریبی یعنی غیر از همسر میاد این تهمت رو میزنه. خدا اگر تهمت زننده همسر باشه چیه؟ دقت کنید مراحلی که داره خیلی سنگین تر هست. درست است که شلاق بهشون زده نمیشه، اما بین زن و مرد دیگه جدایی انداخته میشه. وقتی که میفرمان که والذین یرمون ازواجهم، مردانی که همسران خودشون رو متهم میکنن، در این حالت یا گواه دارن یا گواه ندارن. اگه گواه دارن که بعد 4 تا گواه بیارن، و بعد ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم، زمانی که گواهی ندارن جز خودشون، در این صورت حکم چیه؟ مردی همسر خودش رو متهم داره میکنه به اینکه خیانت بهش کرده. جمع میشن مردم، مرد میره بالا تو مسجد رو منبر، فشهادت احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقین. 4 بار سوگند به الله میخوره که من راست میگم. در پنجمی و الخامسة ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین. بار پنجم میگوید که لعنت خدا بر او باد اگر دروغ میگوید. 4 بار قسم میخورد که من راست میگویم. بار پنجم میگوید که لعنت خدا بر من باد اگر دروغ میگویم. پس وقتی که مردی میاد همسر خودش رو متهم میکنه، این حکم شرعی است. بعد چی؟ حالا حکم زن چیه؟
تکلیف زن چیه؟ زن هم بلند می شود و 4 بار قسم می خورد که او دروغ می گوید. سوگند به الله که او دروغ می گوید، 4 بار می گوید. بار 5 هم می گوید که غضب خدا بر من باد اگر او راست می گوید. غضب خدا بر من باد اگر او راست میگوید. تا اینجا الان هیچ کدام حکمی برشون جاری نمیشه دیگه، اما از هم جدا میشن دیگه. با این ملاعنه همدیگر را لعنت کردن از هم جدا میشن دیگه، تموم شد. مرد اومده این ادعا رو کرده بر علیه زنش، زنش رو متهم کرده، دلیلی هم نداره، گواهی ندارد و گفته که همسر من این کار انجام داد، این کار زشت، به من خیانت کرده. در ملأ عام این کار انجام میدهد. پس چیز ساده‌ای نیست که یک مرد به راحتی بیاد هر چی خواست به همسرش بگوید، اهانت کند. جرم سنگینی است که خداوند این حکم سنگین رو برای حفظ حقوق زن و یا مرد، هر دو، دلیل دارد. دلیلش ندارد، مرد میگوید بایستی مردم جمع بشوند، بلند میشود، 4 بار قسم یاد می کند که سوگند به الله که من راست می گویم، آنچه که گفتم می گویم، راست می گویم که همسرم به من خیانت کرده. بار 5 میگه که لعنت خدا بر من باد اگه من دروغ میگم. زن از خودش دفاع می کنه، بلند می شود، در همین جمع می گوید که سوگند به الله که او دروغ می گوید، 4 بار تکرار می کند. در آن اتهامی که به من زده شوهرم، این مرد دروغ میگوید. بار 5 میگوید که غضب خدا بر من باد اگه او راست میگوید. بعد خلاص، تموم شد، از هم جداشو میکنه. ازدواج این دیگه جدا شدن دائم هست که نمیتونن با هم دیگه اصلا ازدواج هم کنن. قضیه خیلی سنگین هست. یه مردی بیاد خیلی راحت همسر خودش رو متهم کنه، ممکن در متأسفانه تو بعضی جوامع باشه، این در بین بعضی مردم خیلی راحت هست که یه مردی ناراحت میشه به همسرش تهمت میزنه. اصلا از کبائر هست، از گناهان کبیره هست. بدگمان شدن نسبت به انسان مؤمن حرام هست، از کبائر هست. بعد گمان میشی و بعد میگی کارهای انجام میدی. خداوند در سوره حجرات میفرماند که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها خودداری کنید. چرا که بعضی از گمانها گناه است. همه زن و گمانها گناه نیست، اما برای اینکه انسان در گناه واقع نشود، از خیلی از این گمانها بایست اجتناب کرد. وقتی روابط بین انسانها بر اساس گمان بد هست، بدگمانی است، آیا میشه یک جامعه سالمی دید یا یک خانواده سالمی را دید وقتی که زن و مرد به هم دیگه بدگمان هستند؟ حالا بدگمان شدن یه وقتهایی یه بیماریست. این فرد بیمار هست، به همه چیز شک میکند، بدگمان هست،
زندگیش بر اساس این هست. این بیمار هست، بیماری روحی داره، بعد خودش بره علاج کنه تا دیر نشده، وگرنه زندگی بر خودش و بر افراد خانواده رو اصلا به جهنم تبدیل میکنه خونه رو. هیچ کس روی خوشی نمیبیند، بدگمان هست. و بدترین بار دیگه درجات بدگمانی چیه؟ که تهمتش بزنی، بهتان. بهتان یعنی که طرف کاری رو انجام نداده، شما متهمش میکنید کاری که انجام نداده، مثلا روحش خبر غافل هست، اصلا که قرآن میفرمایند الغافلات، این که اصلا انجام نداده، از این کار خبری نداره. این گناه سنگینی است. خداوند در سوره احزاب میفرماید که والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، کسانی که مردان و زنان مؤمن را بدون اینکه اشتباهی که گناهی کرده باشند اذیت میکنند، بغیر ما اکتسبوا. خب مؤمنات فرق نمیکنه، این همسرت باشه، دخترت باشه، خواهرت باشه، اقوامت باشه، دورتر باشند، هر مؤمنه ای را کسی اذیت کند به ناحق، به غیر مکتسبو، نتیجه شیه؟ فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا، بردوش میکشند بهتان. بهتان است این دیگه، کاری نکرده تو متهمش میکنی، و گناه آشکاری، خیلی گناه آشکار هست، داره بردوش میکشد، یعنی بارش هست. در سوره مبارکه نور دیگه حکم خیلی سنگینتر میشه، وقتی که میفرمان که کسانی که ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره، دقت کنید چقدر حکم سنگین هست. لعنوا في الدنيا والاخره، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، کسانی که زنان پاک دامن بی خبر مؤمن را متهم می کنند به خیانت، به زنا، به رفتارهای نادرست اخلاقی، لعنون فی الدنیا والآخره، لعنت شدند اینها در دنیا و آخرت، ملعون در دنیا و آخرت هستند. حکم خیلی سنگین هست، بازگو کردن این هم خیلی سنگین هست. انسان تا زمانی که یقین نداشته باشه، ندیده باشه و چهار تا گواه نداشته باشه، نباید حرف بزنه. اصلا یکی ستر کنی، اگه دیدی میخوایی که بازگو کنی، باید چهار تا گواه داشته باشه، چهار نفر باشن گواه بدن که بله طرف این کار انجام داده. اگر این کارو نکرد، گواه نیاورد، همین شایعه را به وجود آورد، به خصوص الان این شایعاتی که به وجود میارند، تو واتساب ها میبینید، تو سایت ها میبینید، فلان روزنامه ها، تو تلویزیون ها، به دروغ، به ناحق، تهمت هایی که به افرادی زده میشود، اینها ملعون هستند در دنیا و الاخره. مردی که میاد زنش رو بدین وسیله متهم میکنه، خبر نداره زن بدبخت اصلا از این تهمت، از این حرفی که میزنه مرد، زن خبر نداره، از این تهمتی که میزند مرد خبر نداره. خب این آیه شاملش میشه دیگه، شامل این زن میشه که محسنات غافلات مؤمنات هستش.
شامل مرد میشه که تهمت میزند و ملعون هست در دنیا و آخرت. و بعد هم ولهم عذاب عظیم، عذاب بزرگی خواهند داشت. پس قضیه ساده نیست که یک مردی خیال کنه که هرچی میخواد در مورد همسرش بگوید. این چطوری شرع در اینجا سختگیری کرده؟ و بعد هم دقت کنید، یوم تشهد علیهم، میتونید صفحه لپتاپ رو داشته باشیم، یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون. دقت کنید، روزی که بر علیه آنها گواهی میدهد دستهاشون، زبانهاشون، دستهاشون، پاهاشون به خاطر اون کاری که انجام میدادن. ما در قرآن داریم که در روز قیامت خداوند کافران مهر بر زبانشون زده میشه، در سوره فصلت میخونیم، و بر علیه این افراد گواهی میدن و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، چرا بر علیه ما گواهی میدید؟ ما داریم به خاطر شما دروغ میگیم، انکار میکنیم. قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، الله که همه چیز رو به زبان آورده ما رو هم به زبان آورده، دستور داده و ما هم حرف زدیم، کاری که انجام دادیم ما الان بازگو میکنیم، ما یه ابزاری بیشتر نبودیم تو انجام دادی. الان در روز قیامت این افرادی که تهمت میزنن به همسر و به دیگران، به اضافه اینکه ملعون دنیا و آخرت هستند، در روز قیامت زبانشون بر علیه خودشون گواهی میدهد، مثل همون حالت کافر پیدا میکنه. کافر بر زبانش مهر زده، بر این افراد هم همین گونه خواهد شد. خیلی جرم سنگین نیست، کم نگیرید، بازگو نکنید آنچه که شنیدید. فوری تو واتساپ و جاهای دیگه پخش نکنید. در روز قیامت بر زبان این گونه افراد مهر زده میشه، حالا زبانشون بر علیهشون گواهی هم میده، دستشون بر علیهشون گواهی میدهد، همین دستی که به کار میبردن، نوشتن، ارسال میکردن، میفرستادن این مطالبو، پاهاشون همه بر علیه اینها گواهی میدن. یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق، در این روز خداوند پاداش مناسب بهشون میده، پاداش حق، بر اساس انصاف هست، عدل هست، اون پاداشی که مستحقندم خواهند دید. کسی که ملعون شده در دنیا، ملعون هست در آخرت، یعنی از رحمت خدا به دور هست این فرد در آخرت، خدا اینو مورد رحمت قرار نمیدهد. چه جرم سنگینی است که تهمت زدن به دیگران اینگونه خداوند این مجازات رو براش در نظر گرفته شده. ملعون در دنیا و آخرت، عذاب دردناک بزرگ، عذاب عظیم. و همچنین بعدی که فرمودن که زبانشون، دستشون، پاشون بر علیه اینها گواهی میدهد، هم دستی که میزدی به همسرت، این زبانی که تهمت میزدی، هرچی میخواستی میگفتی، نمیترسیدی از خدا، حالا بر علیه خودت گواهی میده، این دست بر علیه تو گواهی میده، این پا بر علیه تو گواهی خواهد داد. یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق، حالا هم پاداش کارهاتو الان میبینی. در اینجا تعبیری که قرآن میکنه، نگاه کن، المحصنات، الغافلات، المؤمنات. محصنات پاکدامن هستن، حالا شوهر داشته باشه یا نداشته باشه. غافلات
یعنی که روحش خبر نداره از این گناه، از این کار. خب وقتی انسان کاری انجام میده خبر داره دیگه، اما خداوند میفرماید اینها غافلات هستن، یعنی اینکه اصلا کارو انجام ندادن، نمیدونن این کار انجام ندادن. المؤمنات ایمان داره، ایمانش به الله اونو از گناهان باز میداره. تو میایی یک این گونه زنی را متهم میکنی، حالا خداوند دفاع میکند. اگه در این دنیا کسی نتونه از این زن دفاع کند، دفاع خدا نگاه کنید، ملعون دنیا و آخرت. حالا در دنیا حکم خدا داده که بایستی شلاق بخورد، گواهیش قبول نمیشه. حالا اگه همسر باشه باید اقامه حجت کند، از بینشون جدایی انداخته بشود. خیلی سنگین هست. مردی که این تهمت میده ثابت کن، ثابت نکردی شلاق میخوره. این مرد یا باید ثابت کند تهمت زده به همسرش، 80 ضربه شلاق بخورد، یا ما بعد هم گواهیش قبول نمیشه، فاسق هست. یا اینکه بیاد نمیخواد شلاق بخوره، بیاد ملاعنه که شد در بینشون جدایی دائم انداخته میشه. در آخرت که انسان نیاز شدید به رحمت خدا داره، الان میگه که اینه ملعون هست در آخرت، خدا نگاه رحمت بینا نداره، از رحمت خدا به دور هستن. اون هم زمانی که چقدر انسان نیازی به رحمت خدا داره، ملعون دنیا و آخرت. حالا حتی میبینیم که خب این آیات در سیاق براءت ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها نازل شده، شامل همه میشه این آیه، آیه 23 بعد از آیات افک میاد. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. بعد آیات که ذکر میکنه، بعد میفرمان که دیگه به این کار بر نگردید اگه ایمان دارید. کسانی که دوست دارن فاحشه در جامعه اسلامی منتشر شود عذاب دردناکی خواهند داشت. و بعد میاد تا به اینجا میرسه، آیه 23 22 که خوندیم، 23 24 همه اینها در سیاق آیات براءت از براءت ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها هست. و هر کس هم که اینو تکرار کند، به خصوص در مورد همسران پیامبر، که اصلا ایمان نداره، کسی که در مورد همسران پیامبر این اتهام رو وارد کنه و بعد از این آیات دیگه تکرار کند، اصلا مسلمان نیست، دین نداره، بیدین هست. اگر چم ادعای اسلام کند بیدین هست، هر ادعایی بکند دین ندارد، مسلمان نیست اصلا. یک کسی که بعد از آیات قرآن خدا میفرماد که دیگه اگه ایمان دارید به این حرفا باز نکردید، باز تکرار میکنه و میگه اصلا مسلمان نیست. این فرد ایمان نداره، مسلمان نیست، دین نداره. در مورد غیر امهات المؤمنین، خب این احکام سنگین هم هست، ملعون هست این فرد در دنیا و آخرت، عذاب دردناک خواهد داشت، اعضای بدنش بر علیه خودش گواهی میدهند. بعد میفرمان که الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. حالا این الخبیثات میشه وصف انسان باشه و یا وصف کلمات، یعنی انسانی که خبیث هست با مردی که خبیث هست، زنی که خبیث با مرد خبیث، مرد خبیث با زن خبیث ازدواج میکنه، مناسب هم دیگه هستن. زنان پاک با مردان پاک و مردان پاک با زنان پاک. و میشه هم بگیم که کلمات خبیث انسانهای خبیث به کار میبرن. خب پس کسی که کلمات زشت و بکار میبره از خباثت خودش هست، خودش انسان خبیثی است، فرق نمی کنید. دقت کنید، کسی که
این اتهامات را تکرار می‌کنه. مردی که همسرش رو متهم می‌کنه، کسی که اینو درست می‌کنه، انسان خبیث است، ناپاک است. پس این وصف خیلی سنگین است که خداوند در مورد این گونه افراد داره که اینها خبیث هستند. این کلمات خبیث هست و چه کسانی این کلمات خبیث رو به وجود میارن و تکرار میکنن؟ اینها انسانهایی که خبیث هستند. انسان پاک این حرفو نمیزنه. انسان پاک کلمات پاک رو میگه. پس دلالت بر ناپاکیشون میده، بر خباثت انسان میدهد وقتی که یه مردی میاد اینگونه با همسرش رفتار میکنه، همسرش هیچ خبری نداره، پاکدامن هست و مرد به راحتی میاد این کلمات رو تکرار میکنه، به همسرش اینگونه اتهام وارد میکنه، پس از خباثت خودش هست، انسان خبیثی است که کلمات خبیث رو به کار میبره. اگه انسان پاکی بودی و در مورد همسر پاکت این کلمات زشت رو به کار نمیبردی، بلکه کلمات پاک رو به کار میبردی. در حدیث دقت کن، بار دیگه قبلا این احادیث اومده، بیایم در این مورد خاص هم که صحبت میکنیم مورد بررسی قرار میدیم. رسول الله فرمان که المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده، مسلمان کسی است که مسلمون ها از دست و زبانش در امان باشند. مسلمان کیه؟ اسلام یعنی تسلیم شدن برابر دستور خدا. میگه مردم باید از زبانت و دستت در امان باشند، تسلیم باید. تسلیم زبان تو مسلط نکن بر مردم، بر همسرمون، بر فرزندیمون، بر خویشاوند، پدر، مادر، دوست، کارمند، آشنا، هر کی هست، غریب. هر مسلمانی میگه تو بایستی از زبان تو در امان باشه، از دست تو در امان باشه. این مسلمان هست. تعریفی دقت کنید، مسلمان عملی فقط این نیست که تو بگی لا اله الا الله. مسلمان عملاً، اسلام رفتار هست، فقط گفتار نیست که. تو باید عمل کنی به دستورات دین. مسلمان کسی است که مردم، مسلمان ها ازش در امان باشن، ازش شری نبینن. فقط گفتن لا اله الا الله کافی نیست که بعد انسان هر گناهی انجام بده، هر بدی بگوید. و در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بدترین نوع ربا را معرفی کردند. ربا چقدر سنگین هست، خدا بهش اعلان جنگ کرده، از گناهان کبیره هست، خدا بهش اعلان جنگ کرده. میفرمایند که ان ارب الربا، بالاترین ربا چیه؟ استحلال و عرض اخیک، که شخصیت، آبرو، حیثیت برادر خودتو حلال کنی، در مورد صحبت کنی، تهمت بزنی، غیبت کنی. این ارب الربا، رباست دیگه. چون در ربا شما یک مالی را به ناحق بیشتر از مال خودتو میگیرید، شما اینجا شخصیت دیگری را خرد میکنی بر شخصیت خودت بیفزایی، اونجا مال حرام رو میخوری که بر مال خودت بیفزایی به ناحق. وقتی که انسان میاد شخصیت دیگری را خرد میکنه، تهمت میزنه، غیبت میکنه، دروغ میگوید، تحقیرش میکنه، این ارب رباست، بدترین رباست. و ربا هم که دیگه همه میدونیم حکمشو، فقط در مال نیست، شخصیت. در اینجا دقت کنید، در مورد اهانت به شخصیت انسان میفرمان که بدترین درجه رباست. خیال نکنید که مالو نمیخوری، مال حرام، اما میاد
تهمت میزنه، غیبت میکنه، تحقیر میکنه، استهزا میکنه، دروغ میگوید، چیزی که اون نگفته تو اضافه میکنی، بر سخنان او چیزی اضافه میکنی. استحلال عرض اخیکا، آبرو و حیثیت دیگران را پایمال کردن. استحلال این که حرام هست اما تو میای حلالش میکنی، به خودت این اجازه رو میدی. خدا حرام کرده تو میای حلالش میکنی. در مورد زن و مرد هم این صادق هست. مردی که میاد در مورد زنش این صحبت میکنه، یا مردی زنی که میاد در مورد شوهر صحبت میکنه، غیبت میکنه تو مجالس خودشون که شوهر من این گونه هست، یا مرد میشه میگه که همسر من این گونه هست، فرزند این گونه هست، که اجازه به خودمون میدیم در مورد فرزندامون غیبت کنیم، هر چی خواستیم بگیم، اینا همه استحلال هست. رضا اخیکا. سری بزنیم به پیام های مکتوب. علیکم السلام و رحمت الله. سوالی دارند، میگن یک کسی حق الناسی گردنش باشه، اگر به اون فرد دسترسی نداشته باشه یا فوت کرده باشد، آیا دعا کردن برای اون فرد باعث می شود که او بخشیده شود؟ مثلا اگر در مورد آن غیبت کرده باشند، آیا می شود ذکر کرد با نیت این کار؟ خب نکنید، حق الناسون چیزی که در مورد شخصیتشون، آبرو و حیثیتشون هست، اولین کاری که انسان میکنه باید دست بکشد، دیگه غیبت نکنه. دو، از کسی که غیبت کرده به خوبی یاد کند، به خصوص در جاهایی در میان افرادی که از اونها به بدی یاد کرده، خوبی اونها را یاد کند، خوبیش یاد کنه. سه، براش دعا کنه، استغفار کند. چون حقیقتا اگه تو بری بخوای بری بگی فلانی من غیبتت کردم حلالم کن، خب یک مصیبتی، مشکلی، دردسر بزرگتری بی وجود میاد. خب توبه اینه که شما میخواید دیگه به راه خدا بازگردید، نه اینکه بار یک دردسر بیشتر بشه. اگه این شرط، حالا بعضی از علما گفتن که بعد بری از طرف حلالیت بطلبی، خب کی میتونه این کارو انجام بده؟ خب یا مردم بر غیبتشون ادامه میدن، یا اینکه خب حالا خیلی ایمانش قوی باشه دست از غیبت بکشد و نره. اما حقیقتا این شرط خیلی شرط سختی است. حالا بعضی ها اینو گذاشتن از علما که طرف دیگه این کار رو انجام نده، که انسان اصلا این کار رو انجام نده. وقتی شما میدونید که اگه غیبت کسی کردی باید بری حلالیت به طلبی، خب غیبت نمی کنی. حالا انسانی غیبت کرد، نیازی نیست که برید از طرف عذرخواهی کنید. همین که شما توبه کنید، از خدا تقاضای بخشش گناهان خودت کن، دیگه توبه، دیگه غیبت نکن، اونو به خوبی یاد کن، براش دعا کن، طلب مغفرت کن، اگه زنده هست باش رابطه بهتری داشته باش، هدیه‌ای بده بدین صورت. اگه مرده است که خب براشون دعا میکنید، برای خودت هم بعد قبل از هر چیز دعا کنید که خدا تو را ببخشه. وقتی که توبه صادقانه و خالصانه باشه، خداوند قبول خواهد کرد ازتون. آیه 80 سوره مبارکه کهف که فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا. قول اگه شما سوالتون رو بیشتر توضیح داده بودید بهتر بود، ولی خب من آنچه که برداشت میکنم الان از این آیه براتون توضیح میدم. صحبت موسی و خضر علیهم السلام هست.
که وقتی که اون کودک رو به کشت، خضر اون کودک رو کشت، حضرت موسی علیه السلام اعتراض کردن، بعد توضیح داد که این کودک کی بود. میگه که فکان ابواه مؤمنین فخشینا، ما ترسیدیم که پدر و مادرش رو به راه بد بکشونه، اونها را به طرف کفر بکشونه. فاردنا، و خواستیم ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما، خواستیم که پروردگارشان یعنی الله به آن دو بهتر از این فرزند بدهد، فرزندی بهتر از این فرزند بدهد. در اینجا خب صیغه جمع به کار برده شده، فخشینا، ترسیدیم ما. خب اینجا ما ترسیدیم که منظور الله که شریک نیست در اینجا، میگه من. ولی چرا با صیغه جمع میاد؟ چون یک مقام، بگم چی، مقام یک نوع قدرت هست، یک کار فوق‌العاده ای انجام میده. این اینو ما در سوره نمل داریم که سلیمان علیه السلام فرمودن که یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء، علمنا منطق الطیر. آیه رو با هم دیگه اگه میشه ببینیم. بله، دقت کنید، در ابتدا آیه 15 میفرمان که ولقد آتینا داوود و سلیمان علما و قالا، به داوود و سلیمان علم دادیم، علمی دادیم، علم بزرگی دادیم، و گفتند که الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، و گفتند حمد و ستایش برای الله است که ما رو بر بسیاری از بندگانش برتری داد. فخشینا، دو نفر بودند دیگه، پدر و فرزند، داوود و سلیمان، داوود پدر، سلیمان هم پسر. بعد و ورث سلیمان و داوود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر، صفحه لپتاپ میشه ببینیم، و گفت سلیمان ایها الناس، ای مردم، علمنا منطق الطیر، به ما چی یاد داده شده؟ سخنان پرندگان. علمنا به صیغه جمع، خودش تنها بود دیگه، نفر بود دیگه، و اوتینا، داده شده ایم، به ما داده شده است از هر چیزی، چون مقام، مقام بزرگی است، مقام قدرت هست، حکومت بسیار بزرگی است. منطقه طیر بدونه خب مقام والایی است، از هر چیزی هم که نیاز داریم میگه به ما داده شده. و اوتینا جمع هست، پس اونجا هم که جمع به کار برده شده به خاطر همین هست، چرا که فخشینا منظور خود خضر هست. علت دلیل چیه؟ زیرا که در ادامه میگوید که فاردنا، ما خواستیم، ان یبدلهما ربهما، که پروردگارشون بهتر رو بهشون بده. ان یبدلهما ربهما، که الله به اونها فرزند بهتر بدهد. ان شاء الله که متوجه مقصودتون شده باشم.
حکم تهمت و افترا به دشمن و عدو چیست؟ درست نیست. دشمنت باشه، خداوند دائما میفرماین که ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا. دشمنیتون با قومی سبب نشه باشون که عدالت رو رعایت نکنید. خب تهمت زدن دیگه یعنی عدالت رعایت نکردن هست دیگه، مثلا تهمت هست. ولا و یا میفرماید در ابتدای سوره مبارکه مائده ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. دشمنی شما با مردمانی که شما را از مسجد الحرام باز داشتند سبب نشود که شما تعدی کنید، زیاده روی کنید. مگه تهمت زدن زیاده روی نیست؟ اون هم دشمن هستن دیگه. اون هم چه دشمنی که شما را از مسجد الحرام میگه باز داشتن؟ خطاب به اصحاب رسول الله است که میگه در برخوردتون با مشرکین مکه، با مشرکین تعدی نکنید. اون چیزی که درشون نیست شما نگویید. خب نداره وقتی چیزی در یک صفت یک وقتی درش نیست شما نگید. این تهمت هست، بهتان هست، افترا هست دیگه. و امکان نداره اون روایت ضعیف و باطلی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم در کتاب‌های روافض می‌خونیم که میگه که وقتی که اذا رأیتم اهل الريب مخالفونتون، شما تا میتونید بهشون افترا ببندید، تهمت ناموسی بزنید، تهمت بزنید، دروغ بهشون بگید که ببینید وسیله خدا برای شما مقام مینویسد، منزلت بهتون میده. این دروغ هست، جای دین نیست. امکان ندارد دینی با تهمت زدن، با دروغ گفتن پیشرفت کنه. دینی که میاد کلن میگه که آه دروغ نبندید، دروغ خوب نیست، نهی کرده، از صفات مؤمن نیست و میای تقربا الله دروغ میگی. مثل همین کسانی که روایت های دروغین میساختن احادیث، حالا به پیامبر نسبت میدن. چرا؟ به خاطر لله، به خاطر محبت برای خدا و پیامبر من این روایت ها رو درست کردم. قابل قبول هست. دروغ بستن از صفات مؤمن نیست، صفات کفار و منافقین. تهمت زدن از صفات مؤمن نیست. همیشه تهمت زدن چون وقتی میخونید صفات کفار بوده. قوم نوح به نوح چی میگفت؟ چه تهمتی میزدن؟ اهل مکه چه تهمتی به پیامبر زدن؟ منافقین چه تهمتی به پیامبر میزدن؟ در مورد ابراهیم، قوم ابراهیم چه تهمتی زدن؟ به همین صورت. تهمت زدن از صفات مؤمن نیست، بلکه از صفات کفار و از صفات منافقین هست. هر کس هم که این روایت درست کرده یا کافر هست یا منافق. کفار و منافقین این روایت ها را درست میکنند که میگه شما تهمت بزنید که به دین وسیله دین خدا را بخواید یاری بدید. سوال دارن که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که چهار مردم، حقیقت این حدیث این گونه است که زنان زن برای چهار چیز باش ازدواج میشه. یعنی حدیث میاد معیار مردم در انتخاب همسر رو بیان میکنه. دقت کنید، یعنی یک کسانی هستن که معیار ازدواجشون جمال زیبایی زن هست، یکی موقعیت اجتماعیش هست، خانوادش هست، نسبش هست، یکی هم به خاطر مالش هست، زن پولداریست میره باش ازدواج میکنه، باش مهم نیست، یکی هم به خاطر دین هست. این معیارهاییست که مردم دارن، این چهار معیار رو دارن. رسول الله صلی الله علیه و آله این چهار معیار اساسی رو بیان کردن، بعد تشویق کردن که معیارت دین باشه که با زنی که دیندار هست ازدواج کنن. و بعد فرمودن که از دنیا متاع در حدیث صحیح اومده و بهترین متاع دنیا زن شایسته. متاع یعنی چی؟ یعنی چیزی که انسان ازش استفاده میکنه دیگه. تو در دنیا چی چیزی رو برای خودت انتخاب میکنی؟ اون چیزی که نیاز داری. الان نیازی که مرد داره نیاز به زن هست. همون گونه که البته این وقتی خطاب متوجه مرد میشه معناش این نیست که زن دیگه هر مردی رو انتخاب کند. این خطاب متوجه زن هم هست، فرق نمیکنه. که وقتی میگه که بهترین متاع دنیا زن هست،
متاع یعنی چیزی که انسان ازش استفاده میکند، نیاز بهش داره. مرد به زن نیاز داره، زن هم به مرد نیاز داره. خطاب متوجه هر دو هست. شما در زندگی دنیاتون همیشه سعی میکنید اون چیزی که نیاز دارید و بهترین رو میخرید، بهترین رو میگیرید، که خوب براتون یک کالایی مثلا میگید که برند خوبی است، خوب کار میکنه و ماندگار هم هست، چیزی که نیاز دارید. حالا در روابط خانواده هم زن و مرد انتخابش باید این گونه باشه، مرد صالح، زن صالح. معناش این نیست که وقتی که رسول الله میفرماند که زن معمولا چون جامعه این گونه است که میرن خواستگاری دیگه، معناش این نیست که دیگه زن اگه طرف صاحب دین نیست، که خیلی هستن که خود صاحب دین نیست اما دوست داره که همسرش صاحب دین باشه، خب اینجا هم زن هم باید حق انتخاب داره دیگه، هر کی اومد که نباید قبول کنه که فقط مال داشته باشه. اون خانواده ها خیلی هستن که معیارشون مال هست، فوری سوال میکنه که حساب بانکیتون چقدره، شغلتون چیه، ماشین دارید، خونه دارید، فقط این سوالا میکنن، مال بس. پس سوال از دین نمیکنه، از اخلاقش نمیکنه، براشون مهم نیست. یه سوال دیگه داشته باشیم که چون وقت برنامه هم تموم شد، شیعه هدایت یافته هستم، لطفاً این شعر را بخوانید اگه جایزید بذاریم برای برنامه فردا، و چند تا سوال دیگه هم هست چون وقت برنامه بیشتر، حتما انشاءالله ما خواهیم خوند. و توصیه دارن برادر عزیزمون که از شعر غافل نباشید، بر روی ایرانیان اثر فراوانی میگذارد. ممنون انشاءالله، حتما این شعر را خواهیم خوند. خدا شما را ثابت قدم نگه دارد بر هدایتتون. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت، همه ما نیاز داریم به این. خدا همه ما را ثابت قدم نگه دارند بر دین و توحید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.